یه راننده کامیون توی یه رستورانی داشت غذا میخورد که سه تا موتور سوار بدجنس وارد شدن و صاف رفتن سر میز راننده. یکیشون سیگارشو تو لیوان راننده خاموش کرد، راننده چیزی نگفت. یکیشون شیشه نوشابه رو سر راننده خالی کرد، باز راننده چیزی نگفت. سومی هم وقتی راننده داشت میرفت حساب بکنه، پشت پا انداخت و راننده رو نقش زمین کرد، باز راننده چیزی نگفت و رفت حسابش رو کرد و رفت. چند دقیقه بعد آیه دکتر، یکی از این موتور سوارا اومد به صاحب رستوران گفت که چه آدم بی خاصیتی بود این، نه غذا خوردن بلد بود، نه حرف زدن و نه دعوا. صاحب رستوران گفت از همه بدتر رانندگی هم بلد نبود، چون موقع رفتن دنده عقب سه تا موتور نازنین رو له کرد و رفت. روشن شد یا بدم؟ آی دکتر خواهش میکنم روشن کنین. خواهش میکنم. ناکس حبی، اول برنامه که زدی عضو رو دنده عقب له و لورده کردی. تازه اون دنده عقب له و لورده کرد و رفت، تو نرفتی وایسادی بر رو بردنی من رو نگاه میکنی. نمیخواستم مقام عضو رو له کنم، داشتم میگفتم آقای دکتر که اگه بعضی وقتا چهار تا موتور رو له و لورده میکنین از ناشیگریتون نیست، از شم استراتژیکتون است آقای دکتر. این که البته درسته که میگی، حقیقتیه، ولی خب این فروتنی استراتژیکی من هیچ وقت نمیذاره که من درست حسابی از خودم تعریف بکنم. اما تو که میبینی نباید هیچی بگی ناکس، این وسط یه مدتی اصلا برنامه ها یه طوری شده ها، نه مقدمه ای تو تعریف و تمجید مهمون گرامی، نه مؤخره ای، نه یه خوشوبشی، نه یه خوش آمدی، همینطوری زرتی یه سوالی رو میدازی وسط تو شروع میکنی و میتازی برای خودت میری. راست گفتی آقای دکتر، راست گفتی. با این نامردی که در حقش شما کردم، حقش بود که از همین اول با مشت محکم بکوبیدم تو دهن خودم، ولی فکرش کردم دیدم خیلی درد میگیره، پشیمون شدم. همه تعریفای قبلی به جای خودش، الان میخوام بگم ابر استراتژیستی که فیش حقوقیش هم تو جیبشه، هر کیم میخواد بیاد امتحان کنه. راستی آقای دکتر درست گفتم یا مال شما محرمانه است و مشکل حفاظتی ایجاد میکنه آقای دکتر؟ ناکس به پا مشکل حفاظتی برای خودت ایجاد نکنی، برو سر سوالات نخستی. آیه دکتر، حاجی روحانی گفت که این فیش حقوقی های دوست انگوش شمارن، مال دولت قبلی هم هستن، این کارهای دیگه از زمان امام تالا که همش میگن از دورش سلطنت مونده، یعنی نظام ما بعد از این همه سال خرابتر کرده. آیه دکتر دست به دلم نزا که تو نظام هر کی رو که فکر میکنی شاگرد اول مشنگی باشه یهو نگاه میکنی میبینی که از اون مشنگتر هم هست. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یه شوته بود فامیلش خبردار بود، رفت سربازی، هر وقت که فرمانده میگفت خبردار این دست بلند میکرد و میگفت حاضر قربان، فرمانده هر دفعه میگفت حاضر و زهر مار، خبردار که میگم یعنی صاف وایسا با تو نیستم. یه روز یک هیئت نظامی قرار شد بیام بازدید، فرمانده برای اینکه آبروریزی نشه این یارو خبردار رو یه ما فرستاد مرخصی که اونجا نباشه از این خرابکاری نکنه. هیئت که اومد دیگه فرمانده خیالش راحت بود، با خیال راحت گفت خبردار، بعد همه سربازا داد زدن گفت رفته مرخصی قربان. روشن شد یا همچین بذارن که یا خبردار واسی یا بری مرخصی برای خود. آیه دکتر این داستان فیش فقط تو دولت نیست، دم و دستگاه صادق لاریجانی و علی لاریجانی هم یکی از یکی بدتر، هیچ کدام فیش حقوقی نشون نمیدن. حاجی روحانی هم یکی رو گذاشت بازرسی بکنه، خودش دزد در اومد. پس چرا مقام عظما میگن وضع اینقدر هم خراب نیست آیه دکتر؟ وضع انقدر که فکرشو میکنی خراب نیست، انقدر خرابه که فکرش هم نمیتونی بکنی. روشن شد؟ روشن شد یا همچین بذارم که اصلا دیگه فکر کردن بذاری کنار؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو رفت ماشین بخره، بنگای یه ماشین نشونش داد گفت نگاه به بدنش نکن که قرو دب و تصادفیه ها، یه شاسی با یه موتور نو بندازی براش، یه رنگی هم بهش بزنی دیگه چیزی نمیخواد، یه چهار تا لاستیک هم باید بندازی زیرش و صندلی و گاز و کلاچ هم که دیگه اصلا مهم نیست، خیرش رو ببینی. روشن شد یا یه رنگ روشنی بزنم برات کفچین بری به سمت روشنایی؟ رنگ رو
گزارش بانکیمون زد به هیکل مقام عظما. اگه بگن برجامو نقض کردین و برن رو بند هفت که بدبختی عظماتری آقای دکتر. آره دیگه، هر جاشو که میگیری میبینی یه جای بدتریش یه نشتی در میاد و یه چیزی در میره. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن به زباهاتو عزم میکردن. بله میفهمودن که مادره داشت پسرش تعریف میکرد، گفت این پسر من دسته گله، فقط یه ایرادی داره، بعضی وقتا سیگار میکشه. گفته خب حیف پسر به این خوبی این سیگارا رو نکشه دیگه. گفت نه همیشه که نمیکشه، بعضی وقتا که یه دومی بزنه به خمره و یه لبی تر بکنه همراه اون سیگار میکشه. گفتن اهل این کارم هست؟ گفت نه بابا همچی بگید انگار که طرف دائم الخمره، این فقط وقتایی که تو قمار ببازه این کارو میکنه. گفتن قماربازم هست؟ چشمم روشن. گفت پچی پا میخواستیم و پول دزدی دیگه چه کار بکنه؟ مدرسه بسازه. دکتر به جای سوال آخر اجازه بدین یک روایت فلسفی رو بگم. شیخی در بستر بیماری رو به مرگ بود و مریدان را گفت تا کتابی از کتابهایش را به یارش بیاورند. مریدان گفتند شیخا شما که در حال مرگ هستید کتاب به چه کار آید؟ شیخ گفت مطلبی در کتاب است که نمیدانم، بدانم و بمیرم بهتر است یا ندانم و بمیرم؟ مرید خود شیرینی گفت شیخا مگر شما علم لایتنایی ندارید؟ شیخ خروشید ای تنبل مشنگ، نمیخوای از جاد بلند بشی زر اضافی نزن. مریدان میخواستن نعره ها بکشند اما شیخ تهدید کرد که هر کس جیکش در بیاد با پشت دست محکم میزنم تو دهنش. آفری از این تیکه پشت دستش خیلی خوشم اومد، خیلی آموزنده بود برای من. ولی خب تو هم به بهانه روایت فلسفی زدی فک و فوک و عضوها رو صاف کردی وسط ما برو خودمون نیوردی. آیه دکتر دلیل نمیشه هر کسی رو تو بستر مرگ مثال بزنیم شما به حساب این مردنی بدبخت بذارید. برای من نصف حرفا رو زده بودم تو برنامه تعطیل می‌کردی به خاطر برنامه رو تعطیل نمی‌کردی. تو همین الان چی تعطیل می‌کردی؟ تو برگشت طرف رو کردی.